مرتضوی خبرنگارمون از تورنتو برای بررسی این برنامه‌ها با ماست. مهسا، هدف کانادا برای پذیرش چه تعداد مهاجر تنظیم شده و این چگونه رو تأمین نیروی متخصص تو کانادا میتونه تأثیر بگذاره؟ سیما، همین ساعتی پیش بود که جاستین ترودو در کنار مارک میلر وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا برنامه‌های 3 سال آینده خودشون رو اعلام کردن، برنامه‌هایی که در واقع اصلاحیه‌ای هست بر برنامه‌هایی که سال 2023 اعلام شده بود. در سال 2023 اعلام شده بود که سالانه حدود 500 هزار نفر قرار هستش که در واقع کسانی که اقامت دائم کانادا رو می‌گیرن به جمعیت این کشور اضافه بشه، اما حالا اعلام شده که این تعداد برای سال آینده شده 395 هزار نفر، سال بعدش 380 و سال بعدتر 365 هزار نفر. حالا چرا این کار رو انجام داده دولت لیبرال کانادا؟ به دلیلی که در سال اخیر تخمین زده شده که حدود 7% از جمعیت کانادا رو کسانی تشکیل میدن که با وضعیت اقامت موقت در این کشور دارن زندگی میکنن، کسانی که حالا اومدن تا با ویزاهای توریستی، ویزاهای تحصیلی، ویزاهای کار موقت اینجا زندگی جدیدی رو شروع بکنن و از کشور خارج نشدن. این تعداد کسانی که با این وضعیت در کانادا هستن بحرانهایی رو برای این کشور به وجود آورده، از جمله بحران مسکن و بحران گرانی و همچنین فشار به سیستم‌هایی که خدمات میدن به مردم، مثل سیستم پزشکی کانادا که حالا با کمبود دکتر و پزشک خانواده کانادا هم مواجه شده. مثلا همین گزارشی که امروز منتشر شد نشون داد که 5 میلیون نفر کانادایی از جمعیت 40 میلیون نفری دسترسی به پزشک خانواده ندارن. این عدد بزرگی است، 5 میلیون از 40 نفر، که این خودش نشون دهنده این هستش که نیروهای متخصص در کانادا مورد نیاز هستن. مثلا فرض بگیریم از جامعه خود ما ایرانی‌ها تعداد زیادی از کادر درمان میان و به کانادا مهاجرت میکنن، اما سیستم مهاجرپذیری کانادا برای کسانی که در کادر درمان هستن هم یک سیستم ناکارآمدی هست. یعنی کسانی که وارد این کشور میشن سالها باید تلاش بکنن، امتحانهای سختی رو بدن تا بعد از چندین سال تلاش دوباره بتونن به عنوان پزشک، به عنوان داروساز، دندانپزشک یا پرستار در سیستم کانادا کار بکنن. حالا انتقادها مخصوصا از طرف حزب محافظه‌کار این هستش که بتونن در واقع برنامه‌هایی رو تهیه بکنن که ظرف مدت کمتر این افراد بتونن به جامعه کانادایی بپیوندن. این برنامه‌های جدید مهاجرتی هم که اعلام شده گفته 40% از کسانی که در حال حاضر در خاک کانادا هستن قرار هستش که اقامت دائم رو دریافت بکنن و 60% مابقی کسانی هستن که از خارج از این کشور قرار هستش گرفته بشن. این علت هم دلیلش این بوده که 40% در حال حاضر در کانادا خونه دارند، به هر حال در این سیستم تا حدی کارآمد شدن و با کشور آشنا شدن و میتونن در ادامه و بعد از این فقط به کمک مهاجرت در کانادا بیان. این نکته هم بگم که در 150 سال گذشته سیستم مهاجرپذیری کانادا مسئول در واقع رشد جمعیت این کشور بوده. سیما، ممنون از تو. همکارمون مهسا مرتضوی که از تورنتو کانادا با من بودی.